سلام دوستان، خب در اینجا یه تمرین اکسلی رو براتون تعبیه دیدیم که درجه سختی اون رو به صورت ساده تعریف کردیم و متشکل شده از 10 تا سوال که تو این سوالات بیشتر ما میخواستیم کار با داده ها رو آموزش ببینین و اینکه چطوری از جدول استفاده کنین، بتونیم پیوت تیبل تشکیل بدیم، فرمول بنویسیم و نمودار بکشیم که این حالت آخرش هم بتونین یک داشبورد ساده رو تهیه کنین. خب من یه توضیح کوچیکی فقط در مورد سوالات میدم. سوالا خیلی ساده هستش با توجه به چیزایی که توی دوره آموزش کاربردی اکسل یاد گرفتیم. به راحتی میتونین به این سوالا پاسخ بدین و تمرین خوبی رو داشته باشین. تو سوال اول گفته شده که بر اساس این برگه داده ها تو این شیت که داده های ما قرار داده شده، یعنی اینجا دیتا رو میتونیم ببینیم که متشکل از 4 تا ستون. خب میگه 10 تا فروش برتر رو با رنگ سبز و 10 تا فروش کمتر رو با رنگ قرمز نشون بدیم. چیزی که مد نظر هستش اینه که شما نباید دستی بیاین فروش ها رو پیدا بکنین. باید به صورت خودکار اونایی که برترین فروش هستن و اونایی که بدترین فروش هستن رو بر اساس اون چیزی که خواسته شده رنگ بندی کنین و خب نباید به صورت دستی فقط پس زمینه رو عوض کنیم که اون مد نظر نیست. بعد اومدیم گفتیم داده ها تو برگه داده ها رو به صورت یک جدول از اعداد ایجاد کنیم. خب این که چیز ساده ایه، فقط گفتیم که این رو به فرمت جدول در بیاریم. این یعنی دیتا ها خام هستش تو هر کدوم از سلول ها، ما میخواییم فرمت جدول و تیبل روش باشه. بعد گفتیم یه شیت جدید ایجاد بشه. ببخشید، تو اونجا ما میخواستیم مجموع کل فروش و میانگین فروش رو بر اساس امکانات جدول، این جدولی که ایجاد کردیم یه سری امکانات داره، بر اساس اون امکانات فروش کل و میانگین رو به ما برگردونه. خب یک برگه جدید میخواییم اضافه بشه که اسمش رو این میذاریم گروه های فروش. بعد باید گروه های فروش یکتا رو تو اون قرار بدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه این گروه هایی که اینجا هست رو باید منتقل کنیم به یه شیت جدید و اونهایی که تکراری هست حذف بشه، فقط اونهایی که یکتا هستن بمونه و این دیتا ها رو بر اساس فرمول بدون اینکه از پیوت تیبل استفاده کنی قرار بدیم. خب تو اینجا تا اونجا که من سعی شده از پیوت تیبل نخواستیم استفاده کنیم. خب چون ساده هستش و هنوزم پیوت تیبل رو درس ندادیم و کسانی که به این تمرین میرسن با پیوت تیبل زیاد آشنا نیستن، با پیوت تیبل کاری نداریم. پس از فرمول استفاده میکنیم و اونجا قرار میدیم. یه برگه دیگه ایجاد کنیم که فروش فصلی رو میخوایم نشون بدیم. مجموع فروش تو هر فصل برای هر گروه و هر فصل فروش چقدر بوده است. خب همونطور که اینجا هم توضیح دادیم، الان توی این قسمت ما گروه فروش داریم و فصل فروش که کوارتر 1، فصل 1، فصل 2، فصل 3 و فصل 4 هستش. ما میخواییم بگیم توی فصل 1، 2، 3، 4 و توی این گروه های فروش، حالا فرق نداره گروه ها توی سطر، فصل ها توی ستون، توی این سلول میانی باید بگیم مجموع فروش توی این فصل، توی این فصل اینجا و توی این گروه فروش چقدر بوده. پس یک ماتریس میشه تقریبا که از سطر و ستون تشکیله و عناصر این ماتریس مجموع فروش هستش. خب بعد یه برگه جدید خواستیم به نام محصولات. محصولات رو به صورت یک تا اونجا قرار میدیم و نشان دهید که هر محصول چه گروهی در چه گروهی قرار داره. خب اینجا محصولاتی که هستش رو باید انتقال بدیم به یک شیت جدید و اونایی که یک تا هست رو فقط بذاریم، دیگه تکراری ها رو حذف کنیم و بعد بیایم بگیم که این محصول مربوط به کدام گروه هستش که از طریق فرمول ها باید این کار رو کنیم. خب یک برگه جدید به نام داشبورد ایجاد کنیم. حالا یه داشبورد گزارش‌دهی میخواییم ایجاد کنیم و نموداری در آن قرار دهید که مجموع فروش در هر گروه محصول را نشان دهد. یعنی چی؟ یعنی من میخوام بگم تو هر گروه فروش محصولی من، تو هر کدوم از اینا
یه نموداری بهم نشون بده که چقدر فروش داشتم. خب توی اون داشبورد باید بذارم. بعد دوباره تو همون برگه یه نموداری رو میخوام که مجموع فروش تو هر فصل رو نشون بدم. کوارتر 1, 2, 3, 4 مجموع فروشم چقدر بوده. بعد دوباره تو اون داشبورد نموداری رو میخوام که مجموع فروش در هر محصول رو نشون بده. یعنی هر محصول تکراری نباید باشه دیگه، مجموع فروش مثلا چایی چقدر بوده. خب بعد بیاین این داشبورد و تنظیمات رو درست کنین و تایتل واسش بذارین، یه برگه آچارش کنین، لندسکیپش بکنین، نمودارش رو تمیز کنین، لوگویی که دوست دارین رو بذارین و به صورت یک برگه گزارش آماده کنین که بتونین پرینت بگیریمش. خب همونطور که دیدین سوالات خیلی آسون بودن، امیدوارم به راحتی بتونین اونا رو حل کنین. پاسخ اون رو میتونین، اکسلی هستش که پاسخ اونا داده شده توسط من، البته انتظار میره که شما بهتر از بنده حل کنین و در بیارین، به خاطر همین انتظار بیشتر هستش، ولی اگر کمک خواستین میتونین اون رو دانلود کنین و پاسخ ها رو ببین. با تشکر از همراهی شما، خدا نگهدار.